خیلی خوشگله، انصافا خوشگله. رفقا حالتون چطوره؟ به چند خودتون خوش اومدید. آقا امروز هم اومدیم همراه بادرم، میخواییم بریم به سمت قصر دارلمان داخل کابل. حرف زیادی نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، خیلی عشقید. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوشگله، انصافا خوشگله. میبینی چقدر باحال درستش کردن؟ یعنی چیه داخل؟ این داخلشه، این الان داخلشه. بهت گفتم داخلش هم نشون میده حتی. دوست دارم داخلشو ببینم. آره واقعا خاک او را، کوه او را دوست دارم، این وطن را، قلب خود را، آره اندوه او را. خیلی هم بزرگا، میگم خیلی بزرگی، اصلا به چش نمی خورد. موزه میمونه، انگار مثلا توش راه میره. بعد چند وقت پیشم اگه یادم باشه توش نمایشگاه هم حتی راه انداخته بودن جدا. که دوباره خانوما اومده بودن، آره وسایل داشتن میفروختن. چه جاله. آره متوجه نشدم که این خیلی قدیمیه یا جدید. نه خیلی قدیمیه، بعد تعمیرش کردن، بازسازیش کردن دوباره. درسته. که به این شکل دارم بگم. نه خیلی قدیمیه. آخه داخلش برای... مشخصه که خیلی نه برای یکی از شاهاشون بوده، نمیدونم اسم دقیقش رو یادم نیست. درسته. بچه ها حتی گفته بودن به که برای یکی از شاهاشون بوده که خیلی قدیمیه. حالا یه ویدیو دیگه هم هست که از زمانی که تعمیرش کردن تا الان هم هست، اونم اگه دوست داشتی حالا برات میذارم. ولی دوباره بازسازیش کردن، این شکلی درش آوردن. آره خیلی خوشگل شده. دارلمان بیشتر از یک قصر چیزهای دیگری را هم در دل خود نهفته دارد. خاطره مدنیت، خاطره اراده به زیستن، زیبایی تکه‌ای از آسمان. اون برجه که بود، اون ساختمان روبرویی که بود که گفتیم یه ببارد چیه، دقیقا روبروش همونه. درست. دقیقاً. باره اونم باره نمیدونم یه حالت کنسولگری بوده، نمیدونم چه چیزی. اونم یادم رفته بود بختی. خاطره اراده به زیستن. زیبایی تکه‌ای از ولی خالیه. باز تمیز نگرش داشتن. نقش مهمی در برای بازدیده. زیبایی قصر دارلمان از دورها نمایان می شود. دارلمان بود؟ قصر دارلمان. آره قصر دارلمان نگاه کن. زیبایی قصر دارلمان از دورها نمایان می شود. از زندگی ملکه سریا گرفته تا پادشاهی امان الله خان که خاطرات خود را در این قصر زیبا و جذاب سپری نموده. پادشاهی امان الله امون زمانی. بریم افغانستان، انصافا باید این جوجه ها رو بریم. حالا نمیدونم اجازه ورود داریم یا نه، به خاطر همون توریست ها اگه برن نمیدونم اجازه ورود داشته باشن. احتمالا داره دیگه. ولی باید داشته باشن. من مراسم و جشنی که اگه چیز باشه رو اصلا همینجا برگزار میکنن. درسته. که چیز باشه نمیدونم. آره مدرسه ویلکام چیز نمیشه.
مراسم برگزارش مگذاشیم اگه چیزی باشه به خاطر همون. زندگی میکرد. آره واقعا دمش گرم، خیلی بزرگ. قصر دارلمان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان زیبا با فاصله 8 کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در حوزه چادی. فقط نمای بالاشو نگاه کن، دو تا ساختمون روبروی هم دو تاشی، ولی هیچ وقت نشده من تا حالا ویدیو پیدا نکردم اون یکی ساختمون رو دقیق نشون کابل بده. کابل که قبلا افشار تپه نام داشت، اونم خیلی بزرگ شد و در زمان امان الله خان ساخته شده است. ساخت قصر دارلمان در سال 1304 هجری قمری تحت نظر مهندسی والتر هارتن آلمانی آغاز و در سال 1306 تکمیل گردید و این قصر در داخل خود تقریباً 150 اتاق کوچک و بزرگ دارد. نگفته نباید کاخیه مرا خود اتاق کوچک و بزرگ دارد نگفته نباید گذاشت. اکنون قصر دارلمان برای تمام هموطنان عزیز باز است. هموطنان میتوانند بیایند از این قصر زیبا و دیدنی دیدار نمایند و خاطرات خوشی از خود به جا بگذارند. نمای بیرونش واقعا خیلی خوشی. سپاس از شما که بیننده افغانانار هستید. افغانانار را سابسکرایب کنید و زیبایی های افغانستان را بیننده باشید. خیلی خوشگله، میگم اصلا نگاه کن روخ اپایی اینجوری نشون میده، حالا یه جور دیگه نشون میده، اصلا وضعیت فرق داره. نگاه سابسکرایب کنید و زیبایی های افغانستان را بیننده باشید. خوشگله فش بخواد برم ور یه چیزی بوده نیم ساعت دور میچرخید. آره نه خب با ماشین میرن، خب زمان قدیم هم با کالسکه. داخل خود ساختمون، داخل خود ساختمون که دیگه بحثش جداست. از این پنجره یا از این در بخوای، از اون در بخوای در بیای. بعد من فکر میکردم قصد دارلمان رو بیرون از شهر ساختن، ولی در اصل داخل خود شهره، زیاد فاصله ای نداره، ولی داخل بیشتر خود داخل خود شهر، بیرون از شهر به حساب نمیاد. درست. چون بچه هایی بودن که داخل کابل میگفتن و اصلا قصد دارلمان نزدیک خونه ما هستش. اوه. به خاطر همونه. انصافاً کاخ یه بتونم اگه پیدا بکنم اون یکی ساختمونا خیلی قشنگ میشه. اونم بعد داخلش یه بار ببینیم مثلا راه نداره. چطور خوشت اومد؟ خیلی عالی، خیلی عالی واقعا. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. تا اینجا اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید، بین دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.